به سوال اولم این بود که جناب دکتر موسوی، امروز همطور که خودتونم اطلاع دارید، دادستان استکهلم کیفرخواست خودش رو تحویل دادگاه استکهلم داده. سوال من اینه که چه زمانی دادستان کیفرخواستی رو علیه کسی به دادگاه ارائه میده؟ ببین جناب اعتمادی، این اصلی است در قانون بین الملل نظارت قضایی جهانی، منتها این اصل در کشورهای متعدد به نوع انواع مختلفی اجرا میشه. این همه جا هست، مثل هوا. هوا همه جای کره زمین هست، ولی هوای دشت کویر خیلی فرق میکنه با هوای بابلسر. اصل نظارت قضایی هم در سوئد یه جور اجرا میشه، در بریتانیا یه جور، ولی میگه یه حد اقلایی باید باشن. یعنی شما اگر مرتکب جنایاتی بشی که وجدان بشری رو جریحه دار میکنه، این جنایات بین‌المللی هستن و دادستانی در هر کجای دنیا حق نظارت قضایی رو این جنایات رو داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه در این مورد به خصوص آقای حمید نوری، وقتی آقای ایرج مصداقی به من زنگ زد در صبح روز 17 اکتبر 2017 و گفت شخصی به نام آقای حمید نوری داره میاد، خب میدونست که من در گذشته در کشورهای دیگه توانسته بودم این نوع جنایتکارا دستگیر کنم. ببخشید، خیلی عذر میخوام. و از ایشون پرسیدم که سابقه حمید نوری چیه، گفتند و گفتم سه تا شاهد برای من بیار، ما این دستگیرش میکنیم. ایشون دو روز بعد 19 اکتبر آمدن به بریتانیا و من بردن به منزل یکی از شاهدهایی از قربانیان این جنایت، و اونجا آقای مختار شلالوند و آقای حمید اشتری در اونجا بودم و خود آقای ایرج مصداقی اونجا. بعد از اینکه من شنیدم داستانو و شروع کردیم استشارش گرفتن، گفتم به طور قطعی میشه این کار کرد. کی میاد ما نمیدونیم، ولی فرصت خیلی خیلی کم بود. من یه تیم حقوقی جمع کردم و شروع کردیم فوراً استشهاد اینا رو آماده کردن. اون مرحله اول بود. مرحله اول انطباق قانون بین‌الملل و نوع اجرایش در سوئد بود. ما هیچ آشنایی با قوانین سوئد نداشتیم، خیلی زود میبایستی بررسی کنیم اونا رو، ببینیم که با کدوم قوانین اینا منطبق هستن و این تعهدات بین‌المللی رو در چه زمانی سوئد وارد قوانین داخلی خودش کرده و چه مواردش رو میشه ربط داد به آقای حمید نوری و چه کدوم رو نمیشه. درسته که هیچ کدوم از اتهاماتی که حمید نوری امروز داره میره دادگاه براش مشمول مرور زمان نمیشن، اینا جنایت علیه بشریت هستن، جنایت جنگی هستن و غیره، ولی مزالک برای اینکه ما ببینیم از کدوم بند قانون استفاده کنیم کار ما راحت تر بشه، ما دیدیم که دفاعیاتی که جمهوری اسلامی در مورد این قتل عام 67 بهشون متکی شده در مصاحبه‌های اون چند تا از این هیئت مرگ، پور محمدی، خود رئیسی و نیری خیلی کمتر راجع به موضوع صحبت کرده، اون یکی هم که شاقی هم که مرده رفته، ولی نگاه کردیم ببینیم دفاعیات اینا چی. اینا گفتن شرایط جنگی بوده. اول که منکر بودن، یه هم چیز وجود نداره. بعد این بچهای مردم برده بودن در گورستان‌های مخفی و محرمانه خاک کرده بودن و جنازه را پس نمی‌دادن و نمی‌گفتن کجا هستن. این داستانش همه می‌دونن، اما بار قانونی این چی بود؟ این بود که خب وقتی اینا این کارو کردن تو چه شرایطی کردن؟ جمهوری اسلامی برای توجیه این کار آمده گفته که این شرایط جنگی بود و سازمان مجاهدین خلق به ایران حمله کرده بود و اون عملیات به قول اینها مرصاد، به قول اونها فروغ جاویدان، و این شرایط جنگی. آقای پور محمدی هم گفته تو اون شرایط ما نمی‌رسیم، کلمه سوسول بازی رو استفاده کرده. من نمیدونم کشتن افراد و نکشتنشون سوسول بازیه. در واقعا کشوری مانند جمهوری اسلامی باید باشه که جان افراد رو راجبش اینجوری شوخی میکنه؟ مزالک برای اینکه اینو ما مطمئن باشیم که دادستانی این شکایت قبول میکنه، باید از نظر قانونی پرونده رو طوری آماده میکردیم که
به اصطلاح عوامانش دندان شکن بود و این اولین باری بود که در تاریخ جمهوری اسلامی این واقعه اتفاق افتاده. چون ببینید یک تعریفی از جمهوری اسلامی میشه کرد، یعنی این حس مسئولیتی که اینا میکنن، این همه جنایت کردن، این همه قتل عام کردن و هرگز جواب ندادن. در یکی دو مورد وقتی زندیا دکتر بختیار رو به قتل رسوندن، خب قاتلش چون دستگیر شد تنبیه شد. زندیا دکتر شرفکندی رو وقتی به قتل رساندن، خب کاظم دارابی دستگیر شد و چند سالی در زندان بود و غیره. ولی زندیا دکتر قاسم‌دو رو دولت سوئیس به اون بزدلی شرماور دیدید که قاتلینش رو تحویل داد به جمهوری اسلامی. ما مصمم بودیم که این دایره مسئولیت باید شکسته بشه و مدت ها بود که من همه جا میگفتم که اگر مدرک دارید که یکی از این جنایتکارا داره میاد خارج، خواهش کنم با من تماس بگیرین، چون برای من این کارم و در کشورهای دیگه این کار دنبال کردیم و موفق بودیم. کنفرانسی در 2011 در دانشگاه اکسفورد داشتیم که بنیاد برومنز اینو به اصطلاح نظارت کردن روش و از حقوقدانان دعوت کردن. در اونجا من و یک حقوقدان دیگه، حقوقدان خیلی ارشدی جناب جفری رابرتسون، اصرار میکردیم که این کار شدنی است و باید این کار بکنیم. 8 سال بعد وقتی آقای مستاقی من تلفن زد، گفتم به طور قطع این شدنی است، به شرطی که شما شاهد داشته باشید و غیره. وقتی شاهدا رو دیدم، دیدم اینا صحبتشون مدلل، مستدل، باورآرایی داره، بدیهی است که همشون این تجربه رو کردن و میدونن که این حمید نوری دست چهارم نمیگن، خودشون باهاش روبرو بودن و این استشهاد اینها قابل قبوله. بر اساس اون ما این تضمین رو دادیم به آقای مستاقی و اشتری و شلالوند که برادرش رو به قتل رسونده بودن که این کار ما میکنیم. اون متاسفانه فرصت خیلی کمی داشتیم و تونستیم این شکایتنامه رو بر اساس قوانین متعارف بین المللی، قانون جنایی بین المللی، قوانین جنگی، چون جمهوری اسلامی گفته تو جنگ بوده، گفتم خیلی خوب قوانین جنگی در مورد این بیایم اجرا کنیم. و در مورد مجاهدین جمهوری اسلامی اینو میگفتن، خب جوابشون راجب چپا چی بود، راجب تودهیا چی بود، راجب چریکای فدایی چی بود، راجب پیکاریا چی بود، راجب افراد دیگه‌ای که کوچکترین نقشی در عملیات فروغ جاویدان یا مرساد داشتن چی بود؟ جمهوری اسلامی هرگز جوابی راجب اینا نداده. خب ما اینو گفتیم به دادستان، نوشتیم که در موارد اینها بدیهی است که جنایت جنگی نمیشه در مورد اینها رو ریسک کرد، ولی در مورد اون افراد باید قتل فراغذایی که یک جنایت شناخته شده است در قانون بین الملل، که قتل عادی جنایت شناخته شده است در قانون، ولی قتل فراغذایی سیاسی با هدف سیاسی، ما اینو آماده کردیم. من اصرار میکردم یه نسل‌کشی هم بذاریم تو این در این اتهام. چرا جناب اعتمادی؟ علتش این بود که ببینید از سوالایی که از این بچه‌ها می‌کردن قبل از اینکه به قتل رسوننشون، یکیش این بود که شما مسلمانی؟ میگفت پدر خانواده مسلمان دارید؟ بله. نماز می‌خونی؟ نخیر. پس تو مرتدی. اگه مرتدی، مرتدی یه مقوله 1400 سال پیشه در دنیای معاصر که اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مسلم افرادی که مذهب خودشون انتخاب کنن یا از یک مذهب به مذهب دیگری یا اصلا مذهب نداشته باشن. ولی جمهوری اسلامی اونقدر یک حکومت، یعنی ما قبل تاریخی است که این مطالب رو نمیفهمه. من اصرار داشتم که نسل‌کشی اینجا باشه، بدن این که در سال 2019 که ما داشتیم این کیفرخواست آماده میکردیم، در اون دوران خیلی محدودی که داشتیم، یعنی 20 روز بیشتر بین تلفن ایرج مستاقی به من و دستگیری حمید نوری ما بیشتر وقت نداشتیم. شما میدین دادستانی سوئد با وجود تمام امکاناتی که داره، امکانات یه دولت پشتشه، 21 ماه طول داده که این پرونده رو آماده کنه، به یه سطحی برسونه که محکمه پسند باشه. ما 20 روز وقت داشتیم که پرونده رو آماده کنیم که به دادستانی موضوعی رو بخوایم بهش برسونیم که در جنایتی 31 سال پیش اون زمان، 33 سال پیش الان، در کشوری 5-6000 کیلومتر اون طرفتر زیر قوانین دیگه به وقوع پیوسته، شما امروز اینو دستگیر کنید. متاسفانه روز روی نسل‌کشی در اون مورد موفق نشدیم، ولی دادستان به هر حال اون اصل شکایت ما رو پذیرفته و الانم خیلی خوشحالم که این اولین باره که در تاریخ جمهوری اسلامی
این اپوزیسیون ایران موفق شده که یه همچین کاری رو بتونه به ثمر برسونه. من تردیدی ندارم که تحقیقاتی که دادستان کرده و این یک پرونده خیلی کاملی است، کیفرخواست من کامل خوندم، زمیمه‌هاش رو کامل خوندم و من شک ندارم که حمید نوری محکوم خواهد شد و اشد مجازات اون که در قانون سوئد اجازه میده خواهد رسید. و این نگرانی هایی که خیلی ها دارن که معامله میشه، معاوضه میشه، جمهوری اسلامی بر شیوه معمول گروگان میگیره، و این اصلا نگران نداشته باشید، چون نگرانشون امکان نداره یک چنین چیزی، امکان نداره یک چنین چیزی. تا الان ما راضی هستیم خلاصه، حالا در آینده هم امیدواریم که اینطور جلو بره. خب این سال بعدی من بود، ضمن اینکه جا داره همینجا هم به آقای ایرج مصداقی و هم به شما تبریک بگیم که به هر حال پرونده حمید نوری رو تا همینجا رسوندید. البته شما اشاره کردید که کار حالا موفق بوده. سال بعدی من این بود، حالا واقعا از روز نخست که روند این باز شدن این پرونده آغاز شد تا به امروز، فکر میکنید که نتیجه کاملا مطلوبی بوده تا این مرحله حداقل؟ ببینید نتیجه چندین تعریف داره اینجا. نتیجه یکیش نیست که محکوم خواهد شد، شک نکنید جناب اعتمادی، من به شما تضمین میدم شک نکنید. اگه دنبال اون نتیجه اولی هست که همه ما هستیم، یعنی یک متهمی که متهم به این جنایات هولناک دستگیر شده و محاکم بشه، جرمش ثابت بشه و محکوم بشه و تنبیه بشه، شک نکنید در این. ولی پشت سر این نتیجه دیگه چیه؟ ببینید این محاکمه فقط حمید نوری نیست. رئیس حمید نوری شخصی است به نام آقای رئیسی که الان با زور این آقای خامنه ای، آقا واقعا زبونم لکنت پیدا میکنه وقتی واژه آقا رو جلوی اسم این جنایتکار خامنه ای من دارم میذارم، این شیخ کشور فروش که شمال کشور رو به روسا داده و بقیه کشورم به چینیا داده، این تصمیم گرفته که این قاتل بیاد تحمیل کنه به ملت ایران. عواقبش هم میبینه دیگه، کشور داره آتش میگیره، جامعه قیام کرده و غیره. من تردیدی ندارم و تکرار میکنم که رئیسی آخرین رئیس جمهوری جمهوری اسلامی خواهد بود و قبلش هم به احتمال خیلی ما موفق میشیم دستگیرش بکنیم. نتیجه دوم این است که ببینید این محاکمه جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی کشوری است که با این وقاحت یک جنایتکار میاد میگه برای این کار من باید مدال بگیرم. دادستانی یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان، یکی از نهادینه شده ترین دموکراسی های جهان، داره میگه نخیر، نه تنها شما نباید مدال بگیرید، بلکه شما متهم تراز اول در این جنایات شنیع هستید، باید به اشد مجازات برسید. افسوس یا خوشبختانه در سوئد تعریف عدالت انتقام نیست و ایشون به 21 سال و اونچه که من دارم میبینم خواهد گرفت. ولی این محکومیت، این عملا محکومیت رئیسش هم هست، یعنی آقای رئیسی، این پادوی رئیسی بوده دیگه. من ترجمه قسمتهایی از کیفرخواست من تو توییتر گذاشتم، شما میبینید نقشش چی بوده، رابطش با رئیسی چی بوده. این پادوی رژیم اسلامی بوده، این محاکمه حکومت اسلامی است و محکومیت حکومت اسلامی است. این که خود جمهوری اسلامی آگاهه که عواقب این چیه، ببین جناب اعتمادی، یه اصطلاحی از کپکی که سرش رو توی برف میکنه که وانمود کنه که دور و برش هیچ خطری نیست، میدونی جمهوری اسلامی اینجوریه. روز اول سوتی دادن و اومدن گفتن که، اول گفتن که اصلا یمشادایی وجود نداره، اصلا دستگاه قضایی ما یمشادایی وجود نداشته، اگر بود که الان دیگه ایشون قاضی دیوان عالی کشور بود، از این چیزایی که خب خاطرتون از اون سخنگوی کمیسیون قوه قصابیه مجلس شورای اسلامی، واقعا نمیشه بین اسمش گفت قوه قضاییه، قوه قصابیه جمهوری اسلامی اومد این حرف زد، ولی فورا حرفشو پس گرفتن. بعد یه نواری در اومد اگه خاطرتون باشه که بین نیازی و یکی از این آخونده دیگه بود، میگفتش که من به حاج حمید گفتم نرو اونجا در سوئد، چون یه دعوای خصوصی خانوادگی اونجا داشت با در مورد دختر خوندش با شوهر سابقش، میگفتش که اونجا حالت مشکل درست میکنن. خب
نشون میده که اینا کاملا واقف هستن که حمید نوری کیه و میدونن نقشش چی بوده. ولی الان اون یک سکوت رادیویی مطلق هست. جمهوری اسلامی یک کلام راجع به این صحبت نکرده. چرا؟ چون میدونه، میدونه عواقب دستگیری و محکومیت حمید نوری چی. حمید نوری چاقوکشی که تو خیابون آدم بکشه که نبوده، چاقوکشی بوده که به نفع جمهوری اسلامی آدم کشته. پس محکومیت اعمالی که او کرده احکامیت جمهوری اسلامی است. از نظر حقوقی قانون بین الملل راجع موضوع روشنه. ایشون دادستان تصمیم گرفت که اون قسمتی رو که ما اصرار میکردیم که دفاع جمهوری اسلامی است که در شرایط جنگی بوده، خیلی خوب زیر قوانین جنگی ببینید آیا این متهم هست یا نه. دادستان گفت به طور قطع زیر قوانین جنگی که جمهوری اسلامی متعهد به اجرای اونها بوده، زیر اون قوانین این متهمه و دادستان اونقدر مطمئنه که اینو میاره و محکومیتشو سعی میکنه که تضمین کنه و بگیره. اما راجع به موارد دیگران، اونایی که نه مجاهد بودن نه به قول اینها منافق بودن یا اینکه نمیدونم در فروغ جاویدان بوده، خب تکلیف اونام روشنه. این قتل فراغذایی یک جنایت بین‌المللی است و مشمولیت مرور زمان نداره. اهمیتش ببینید به طور خلاصه بگم اینست که حالا که داستان این کاری کرده، این تکلیف جمهوری اسلامی دیگه روشنه. تک تک اینها تا روزی که سرشون رو بذارن زمین و بمیرن خطر دستگیریشون آن هست. ولی این اخطار سریعی که من دارم به تو شیخ کشور فروش آقای خامنه ای دارم بهت میگم، یه گوشای کرتو باز کن ببین در دادستانی سوئد چی گذشت الان. یعنی قانون جنایی بین میگه یه تو یه تبهکاری، تو یه جنایتکاری، پادوتو گرفتن. مسئولیت فرمانده به مراتب بالاتر از مسئولیت یک پادوست. آقای رئیسی ببین پیغام این چیه، سن تو یه خورده کمتر از اربابته، اربابت که ظاهرا سرطان داره و رفتنیست، ولی سن تو طوریست که به طور یقین دستگیر خواهی شد. به طور یقین شک نکن که دستگیر خواهی شد و اون دوروری های تو هم پیغام بهشون برسون. پیغام ما، نه پیغام من، پیغام قانون، پیغام قانون به شما اینه، روشنتر از این نمیتونه باشه. پیغام قانون اینست که شما تک تکتون متهمین تراز اول هستید و اگر زنده بمونید دستگیر خواهید شد و اگر دستگیر بشید حد اقل مجازاتتون اونیست که منتظر باشید تا اواسط سال آینده ببینید به سر حمید نوری چی خواهد اومد و به سر شما هم همی خواهد اومد. آیا راه نجات دارید؟ قانون برای شما راه نجات گذاشته؟ عف نداره اینا، امکان نداره به خودتون عف بدید و موفق بشید. جنرال پینوشه هم به خودش عف داده بودم ولی دیده در لندن دستگیر شد. عف در هیچ جای دنیا قاتل خودشو نمیتونه عف کنه، جامعه ممکنه عف کنه ولی قانون بین الملل حتی اونم قبول نداره. اگر فردا مجلس شورای ملی هم لایحه‌ای بیاره که بعد از این حکومت به شما عف داده بشه، ببینید قانون جنایی بین المللی نمیذاره از حق خودش. یعنی جامعه بین المللی از حق خودش نخواهد گذشت. پس آیا برای شما راه نجاتی هست؟ به طور یقین راه نجات قانون اینست که قانون میگه عفو وجود نداره ولی تخفیف وجود داره. اگر شما امروز شروع کنید همکاری کردن، تسلیم اراده مردم بشید، امروز نه فردا، امروز بشید بهتر از فرداست، فردا بشید بهتر از پس فرداست، ولی اگر تسلیم اراده مردم بعد از سقوط حکومت بشید دیگه این تسلیم جن تسلیم واقعی نیست. اگر امروز همین حمید نوری شروع کنه همکاری کردن، پیغامی که من چندین بار سعی کردم بهش برسونم، اگر شروع کنه همکاری کردن بگه به مادران که فرزندانشون در کجا خاک شدن، میتونه انتظار تخفیف داشته باشه در مرحله بعد از محکومیت قطعیش. پس پیغام این دادگاه جناب اعتمادی اینیست که ما متهم میکنیم شماها رو به مرتکب شدن شنیع‌ترین جنایات که جامعه ملل حاضر نیست اینا رو تحمل کنه. و وقتی محکوم شدید، محکومیت فقط شما آقای حمید نوریس، محکومیت ارباب مستقیم آقای ابراهیم رئیسی، محکومیت ارباب اون
شیخ کشور فروش خامنه ای و تمام کسانی که در این مدت در این دستگاه این جنایات کردن است. پیغام دیگر این محکمه این است که راه فرار دیگه نداریم. دنیا بیدار شده و ما ثابت کردیم به شما که جهان دستگیرتون میکنه. اگه اینطوره آیا راه فرار داریم؟ بله، راه فرار این است که هر چه زودتر بیاید تسلیم اراده مردم بشین، نه فقط بگیم ببخشین، بلکه همکاری با دادستانی کنین و در مقابل این میتونین انتظار داشته باشین که در تنبیهتون تخفیفی به شما داده بشه. جناب دکتر موسوی عزیز، احتمالاً اینکه اینا بخوان نصیحت های شما رو جامعه عمل بپوشونن و بخوان بیان تسلیم بشن، خب با شناختی که از رژیم داریم خیلی ضعیفه. اما پرسش من از شما اینه که تا چه اندازه پرونده حمید نوری در دادگاه استکهلم این ظرفیت رو داره یا این امکان رو داره که پای ابراهیم رئیسی رو تو این پرونده دادگاه بتونه باز کنه؟ ممنونم جامعه تو اینکه سوال کردین، چون سوال اینا یقینا رئیسی و مشاورین حقوقش دارن راجع موضوع فکر میکنن، چون اصلی از در قانون بین الملل، قانون جنایی بین الملل، مسئولیت فرمانده که از دیوان جنایی بین المللی توکیو این قانون بین الملل شده. و الان یه زمانی بود که میگفتن که مأمور و معذور، من دستور داشتم پس اطاعت کردم. در دیوان نورنبرگ گفتن نخیر، این طور نیست. و در اون دیوان در این حال گفتن که این باعث نمیشه که مأمور فرار کنه و فقط فرمانده دستگیر بشه. اینا یه فرمولی باشه که فرمانده هم بگه آقا من که اونجا نبودم، من که نمیدونستم این چه غلطی کرده. قانون گذار برای اینکه در برای فرار برای جفتش اومده میگه نه مأمور معذوره و ناظر معذوره، نه فرمانده. روز اول فرمانده تعریفش فرمانده نظامی بود، چون معمولا این جنایات رو نظامیان در شرایط جنگی میکنن. ولی امروز 75-76 سال بعد از دیوان جنایی بین المللی، بعد نورنبرگ و دیوان توکیو و اتمام جنگ جهانی دوم، قانون بین الملل به این رسیده که اینجا رسیده که تعریف فرمانده رو دیگه محدود نکرده به فرمانده نظامی. ناظر سیاسی، ناظر سلسله مراتب اداری هم نقشی داره در این. نتیجه تر این که عواقب این برای رئیسی روشنه. نه تنها او کسی بود که دستور میداد به نوری که بیا بچه رو بیار، بچه رو ببر. نوری در مواردی استشهاد ما داریم که در اتاق میشست و در اتاق بود وقتی هیئت مرگ داشت تصمیم میگرفت. نوری کسی بود که تصمیم میگرفت کیو بیاره کیو ببره. نوری تهدید میکرد، من در استشهاد بچه ها خوندم، تهدید میکرد بچه ها رو تو بند که من میبرمتون و پدرتون در میارم. یعنی در موقعیت تصمیم گیری بود. حالا ببینید چند صد برابر مسئولیت رئیسی بیشتره که اون رئیسی جنایاتش محدود به زندان گوهردشت نبود، در اوین هم این کار رو کرده بود، در جاهای دیگه هم این کار رو کرده بود. بعد از اون هم در اعتراضات مشهد رفت و قتل عام در اونجا کرد. رئیسی در قتل عام آبان سیاه رئیس قوه قضاییه بود. رئیسی کسی است که رئیس قوه قضاییه در زمانی که زنده یاد نوید افکاری رو به قتل رسوندن، رئیسی رئیس قوه قضاییه بود در زمانی که زنده یاد نیما یا روح الله زم رو بودند و به قتلش رسوندن. پس مسئولیت و بار کیفری رئیسی به مراتب بیشتر از بار کیفری آقای حمید نوریه. پس صبر کنیم ببینیم که میزان تنبیه آقای حمید نوری چقدر خواهد بود که اون وقت من بتونم به شما به طور دقیق در بگم که آقای رئیسی باید منتظر چه کیفرخواستی و چه تنبیه باشه. وقتی من میگم کیفرخواست مخصوصا دارم میگم ببینید ما وقت نداشتیم بنزه کافی که اتهام نسل‌کشی رو به سا شست رفته و پختش کنیم. بین تاریخی ایرج مصداقی اومد منو در لندن دید و دستگیری نوری با 20 روز وقت داشتیم. 20 روز خیلی مدت کمیسیه که پرونده رو طوری آماده کنیم که دادستانی حاضر باشه
اینه دستگیر کنه و نگرش داره و الان دیدنی که 21 ماه نگرش داشتن و این بر اساس اون شکایت که ما کرده بودیم، چون خود دادستان که ماه اول ادله نداشت، یا ماه دوم که نداشت، ماه سوم که نداشت، داشت جمع میکرد جمع میکرد. این با اتکا به اون شکایتی که ما نوشتیم، متاسفانه ما نتوانستیم که شکایت نسل‌کشی رو اونطوری که باید شاید به کرسی بنشینیم. ولی الان پیام من به ابراهیم رئیسی که در توییتر میدم که هشتگ ابرام قاتل دیگه معروف شده، بر وزن اسخر قاتل دیگه، صد رحمت به اسخر قاتل. واقعا جنایت که این کرد، اسخر قاتل مثل بچه کودکستان مهد کودک در مقابل جنایات این مرد. این آقای ابراهیم رئیسی باید نگاه کنه و ببینه که اگر حمید نوری که ما نتونستیم نسل‌کشی رو در مورد او به کرسی بنشونیم در این مرحله، ولی الان وقت داشتیم، الان خیلی وقت داشتیم، حالا منتظر آقای رئیسی هستیم. ایشون الان قایم شده پشت اصل مسئولیت دولت ها، مسئولیت آته. اون حقوقدان هایی که این حرف میزنن یه خود قانون رو یه پدیده مرده میدونن، پدیده خوش میدونن. قانون یه پدیده که روی سنگ نوشته شده، مثل ده فرمان موسی یا کد حمورابی 1700 و چند سال قبل از میلاد مسیح. نه، قانون یه پدیده در تکامله. اگه شما 30 سال پیش میگفتی پرزیدنت پینوشه رو میشه دستگیر کرد، این حقوقدان ها میخندیدن به شما، ولی دیدین که موفق شدیم و دستگیرش کردیم. و الان اصل مسئولیت حاکم خیلی خیلی ریشه به تیشش زده شده و من گمان میکنم که رئیسی جنایاتش به قدری هولناکه و در کنارش دستگیری حمید نوری به قدری روشنه از نظر رابطهش با جنایات او، که ما موفق خواهیم شد و ابراهیم رئیسی رو دستگیر خواهیم کرد در خارج. البته اینجوری که مسائل در خود ایران دارن جلو میرن، خیلی بعید میدونم که نیازی به دستگیریش در خارج باشه. احتمال خیلی قوی در خود داخل دستگیر خواهد شد. ولی عواقب، یکی از عواقب خیلی ملموس این دستگیری و جا افتادن اهمیت قانون جنایی بین المللی در ذهنیت ایرانیان و در خرد جمعی ما ایرانیان، این است که اینا به اصطلاح عوامانش گوشی دستشون اومده، فهمیدن که دنیا اینطوری هم نیست که بشی انقدر بکشی و پاشی و بری و بیای و بری شمن بخندی. نه، اینطور نیست. و قبلا خیال میکردن خب پینوشه شیلی به ما چه ربطی داره فلان نفا، و همونطوری که امامشون یه زمانی میگفت لازم باشه دور ایران دیوار میکشیم و با دنیا رابطه نداریم. ولی وقتی مریض میشد انتظار داشت که از آخرین علم طب غربی استفاده کنه. آقای شاهرودی که این همه آدم کشت و قوه قضاییه، وقتی نیاز به معالجه داشت پا میشد میومد پیش آقای سمیعی در آلمان. وقتی به این چیزا میرسه اینا از دنیا نمیخوان دور باشن، ولی وقتی به مسئله بار حقوقی مسئولیت کیفری و جنایی دارن، خیال میکنن که روی یک حبابی دارن زندگی میکنن. دستگیری حمید نوری کشیده‌ای بود تو گوش اینا که امیدوارم بیدارشون کرده باشه. خب خیلیشون بیدار شدن، تماس میگیرن و از من صریحا میپرسن که تکلیف ما چی میشه وقتی این حکومت بره. منو جواب خیلی ساده است میگم، بنده در موقعیت نیستم به کسی امان بدم. یا این آقای خمینی بود که از این غلطا میکرد و نتیجه امانش هم دیدیم چی شد دیگه، کشور خاکستر شد امروز. ولی من در این موقعیت، ولی قانون در این موقعیت هست. من میتونم قانون رو به شما بگم چی میگه. قانون میگه اگر شما در عمل نشان بدید که با دادستانی همکاری میکنید، از کارتون واقعا پشیمان هستید، همکاریتون اندکی کمک میکنید که یه مقدار تسکین بدید این زجر و شکنجهی که این خانواده به عنوان زجر مستمر هر روز دارن تجربه میکنن. مادری جناب اعتمادی به من زنگ زده بود، میگفتش که من تنها خواهشی که دارم این حمید نوری بگه فرزند من کجا خاک شده. من هر روز که صبح پا میشم منتظرم درک زنگ میزنه مهدی ما بیاد، منتظر مهدی مونم. مهدیشون یکی از بچه‌هایی بود که در زندان گوهردشت حمید نوری به قتلش رسونده بود. ببینید، اگر شما بیایید و الان همکاری کنید
با دادستانی در اینکه دستگیر خواهید شد شک نکنید. اگر خیال میکنید جمهوری اسلامی 1000 سال میمونه و شما میمیرید، به جای این خیال بذارید کنار. رایش سوم هم قرار بود 1000 سال بمونه، 13 سال نموند، 12 سال و 3 ماه و 7 روز بود تا اونجایی که یادمه. ببینید شوروی هم قرار بود تا زمانی که بهش بشه بمونه، 70 سال بیشتر نموند. این حکومت ورشکسته شما 43 سال مونده و دیگه همه میدونن که زوالش در رفته. از میزان فرار ارز را شما ببینید، نتیجه ببینید که خود اربابای شما دارن فرار میکنن. اگه بیشتر فرار نمیکنن، اینکه اینجا وحشت دارن که باشون اینجا بذارن، ما دستگیرشون میکنیم. از این نظر به، ولی اینکه اینجا ایرانیان موندن، فکر نکنید که اعتماد به نفس دارن. اینکه نمیدونن کجا برن، کره شمالی برن پولشون رو برن که یه دیوانه اونجا نشسته هم پولاشون رو میگیره هم سرشون زیر آب میکنه. شوروی سابق با یه جنایتکاری مثل پوتین اونجا طرفن که خب پولشون رو میگیره و دیگه. اگه بخوام بریتانیا و سوئیس و سوئد و اینا برن که بعد، اگه میخوام برن کره شمالی بفرمایید، اشکال نداره، ولی بعید میدونم که زیاد اینا مثل آقای خاوری دلشون میخواد برن کانادا و مثل خانواده هاشون که خودشون از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا، الان معاون رئیس جمهور هستن ولی بچه هاشون در کالیفرنیا هستن. اینا دلشون میخواد اونجاها برن جناب اعتمادی. و الان درس عبرت رو گرفتم که ما فرار نمیتونیم بکنیم. من پیامم به این حضراتی که میگن ما چیکار کنیم اینست که میگم این که بیشتر از اینا فرار نکردن، اینو تعبیر بر این نکنید که اینا اعتماد به نفس دارن. اینا فرار نکردن چون میدونن اینجا ماها منتظرشون هستیم. حقوقدانان در اینجا و دادستانی هایی در این کشورهایی که زیر اصل نظارت قضایی بین المللی حمید نورو دستگیر کردن منتظرشون هستن. ما الان 17 تا حکم جلب بین المللی داریم و الان منتظریم که این احکام بیشتر کنیم. الان ریزش نیروهای رژیم طوری است که اطلاعاتی که با ما میرسه طوری هستن که محکمه پسند باشن. ما خیلی خوشبخت بودیم در مورد نوری، خوش شانس بودیم که هم کوشش ایرج مصداقی سالها تحقیق کرده و شاهدایی رو که اومدن جلو اونقدر بنزه کافی ما مدارک دادن که تونستیم حمید نوری دستگیر کنیم. و الان خب واسه طوری شده که اطلاعات خیلی زیادی داره بیرون میاد. الان عصر اینترنت، عصر آیفونه و مردم اطلاعات درجه اول سر 5 دقیقه میرسونن به خارج. اینست که پیغام ما به خاطر این نتیجه دستگیری نوری به مسببین این جنایات اینست که در این که شما دستگیر خواهید شد شک نکنید، در این که تنبیه خواهید شد شک نکنید. خوشا به حال شما که در این کشورها مجازات اعدام وجود نداره، ولی و خوشا به حال شما که حداقل اکثریت مطلق اپوزیسیون به این نتیجه رسیدن که ما میخواییم که این دایره خونریزی رو از بین ببریم، دایره خشونت رو بشکنیم و دیگه مجازات اعدام رو برخواهیم داشت. خوشا به حال شما، ولی بدا به حال شما که قانون جنایی بین المللی جهان شمول شده. جاهایی که شما ها میخواییم فرار کنین قانون یخته نمیگیره، اونجایی که نمیخواییم فرار کنین چون قانون نیست با بیقانونی یختون میگیرن. شما برین اونجا پولتون میگیرن، سرتون زیر آب میکنن، کارتون میشه. پس بهترین گزینه برای شما اینه که هر چه زودتر بیایید تسلیم اراده مردم بشید. اراده مردم شک نکنید که چیه. در انتصابات گذشته کشیدهی به گوش شیخ کشور فروش مردم زدند، کشیدهی به جمهوری اسلامی زدند. این یا نشون دادن به شما که مردم شما رو نمیخوان و دارن با قیام‌های خیابانی و اعتراضاتشون که هر روز داره بیشتر میشه نشون میدن که شما رو نمیخوان. به خودتون، به خانواداتون رحم کنین و هر چه زودتر بیاین تسلیم اراده مردم بشید. چون هر چه زودتر این کارو بکنین امکان اینکه تخفیف بیشتر، نه محکومیت، نه عفو وجود نداره. عفو در قانون جنایی بین المللی وجود نداره، ولی امکان اینکه تخفیف بیشتر بگیرید خیلی خیلی بیشتره. من نمونهایی در یوگسلاوی گفتم دیگه، کسانی که مسببین جنایات نسل‌کشی هم بودن ولی چون روز دستگیریشون اون چنون همکاری کردن که خب ببینید دیگه روال قانون بین المللی چیه. شما میتونید انتظار این داشته باشید که یک تخفیف بسیار بزرگی در موردتون ست کنه، ولی به شرطی که زودتر، هر چه زودتر بجنبید و بیاید جلو. آقای دکتر موسوی، امیدوارم توی برنامه دیگه من با شما یک گفتگوی در مورد افرادی که از این رژیم دارن ریزش میکنن و به مرور به تا
تلاش میکنن که از ایران خارج بشن و به کشور دیگه پناه ببرن. به نوعی گفتگو بکنم باهاتون که این ترس و وحشت گریبان همه اینها رو نگیره، که احتمالاً از هر گونه به اصطلاح اقدامی برای اینکه از این رژیم جدا بشن و فرار بکنن و جون خودشون رو نجات بدن منصرف بشن. اما سوال بعدی اینه، با توجه به محدود بودن وقتمونم خواستم ازتون بپرسم، یک صحبتی هم هست که البته شما اشاره کردید که امکان سازش از طریق دستگاه قضایی کشور سوئد با جمهوری اسلامی بر سر هیچ چیزی وجود نداره، اما خودتون هم اشاره کردین در رابطه با دادگاه متهمین به قتل دکتر بختیار و شرفکندی، به هر حال به نوعی میشه شاید گفت تخفیفی رو قائل شدن برای قاتلین بختیار و همچنین شرفکندی. در رابطه با دادگاه سوئد، با توجه به اینکه یک ایرانی من پزشک معروف دکتر جلالی که الان در ایران بازداشته ولی خب پاسپورت سعودی داشت و خانوادش هم در سعود زندگی میکنن، با چه اندازه امکان داره که پرونده حمید نوری گره بخوره با پرونده دکتر جلالی و بخوان اینا رو با هم دیگه معاوضه بکنن؟ یک در تریلیون امکان وجود نداره. چرا بهتون میگم؟ فهم شما کاملا درسته جناب اعتمادی، یعنی شما متکی به تجربه تاریخی هستی و مستند و هر شما کاملا مدلله، ولی ببینید فرار دادن اون سهراوردی و سهرارودی و قفور درجزی، دو قاتل زنده یاد دکتر قاسملو، در 1989 بود. عجب میکنین، یعنی 32 سال پیش بود. 32 سال قانون بین‌الملل خیلی جلو اومده. من نمونه بارها گفتم تفاوت بین کوشش نیمتفقین برای دستگیری کایزر ویلهلم دوم بعد از جنگ جهانی اول در 1921، تمام کوششون کردن، نیروی بریتانیا، امریکا، فرانسه و ایتالیا که در جنگ جهانی اول جزء متفقین بود تمام زورشون گذاشتن، ایشون نشسته بود تو هلند به ریش همهشون خندید و قانون اجازه نمیداد که رئیس دولت رو دستگیر کنیم، با وجودی که مسببین همه معتقد بودن که مسبب جنگ جهانی اول ایشون بود. 23 سال بعد، 24 سال بعد شما جلو برین، میره دیوان نورنبرگ، تمام سران آلمان نازی رو، تمام سران حکومت ژاپن رو دستگیر کردند. یعنی اون 23 سال بود. الان 32 سال گذشته از اون فاجعه بزدل دولت اتریش که اون کار کرد. الان ما منشور روما داریم که سوئد عضوشه، سوئد پیمان رومو امضا کرده و به تصویب پارلمان رسیده. سوئد امکان نداره بتونه معاوضه کنه، چون تعهدات بین تعهد داخلی فقط نیست، در 1989 هم چیزی وجود نداشته، ما دیوان جنایی بین المللی وجود نداشت در موقع، اصلا قانون جنایی بین المللی در انجماد بود، یعنی جامعه مدنی داشت جا میزد اون موقع، در عمق یخ زدن حیات مدنی به خاطر جنگ سرد بود. جنگ سرد یعنی جنگی که واقعا سرد بود دیگه. الان امکان نداره هم چیزی، امکان نداره یک کم چیزی. من قلبم درد میگیره وقتی عکس دکتر جلالی رو میبینم، یک بیگناهی که جمهوری اسلامی گروگان گرفتتش و بارها هم تهدید کرده به قتلش برسونه، یه دفعه سعی کردن با اون تبهکار اسدی تروریست دیپلمات محافظش کنن و خب دلیلی که بلژیک نتونست این کار رو بکنه که بلژیک هم منشور رومو امضا کرده و پارلمانش تصویب کرده. علت اینکه سوئد هم نمیتونه این کار رو بکنه همینه. سوئد تنها کاری که میتونه بکنه، اگر واقعا اصله رو گیجگاش باشه، این که حمید نوری رو تحویل بده به دیوان جنایی بین المللی. اونم یه داستانی است که بنده از خدا میخوام این کارو بکنه، چون اگه این کارو بکنه که دیگه جمهوری اسلامی در ورودی دیوان جنایی بین المللی رو بسته، چون هیچ قاتلی خودشو داوطلبانه زیر نظارت یک دیوان عدالت خاک نمیذاره. در عقب هم بسته که هیچ راهی بده، در عقب هم شورای قطعنامه شورای امنیته که چین به طور قطع وتو میکنه، میمونه پنجره. اگه خونه رو شما در جلو نمیتونی بری، در عقب نمیتونی، خب از پنجره برو تو. اگر
سوئد حمید رو تحویل دیوان جنایی مللی، یعنی ما جنبش دادخواهی از پنجره وارد شده. سلام علیکم آقای دادستان، بفرما. یک آدمی که زیر منشور روم مرتکب این جنایت شده، یعنی اون موقع باید جشن بگیریم، چون اون موقع میشه دادستان قانون کرد که حکم جلب مللی خود شیخ کشور فروش سید علی خامنه ای که الان مسئولیت داره و غیره و غیره صادر کنه. اگر میخوان بنده پیشنهاد میکنم 10 تا سوئدی رو همین الان بیان بگیرن که دولت سوئد بگه خیلی خوب ما تسلیم اینو میدیم به دیوان جنایی مللی، اون موقع دیگه باید گفتش که واقعا اپوزیسیون باید جشن بگیرن. ولی خب جمهوری اسلامی فکر نمیکنم این جرأت رو بکنه. شاید هم بنده مشاوره مجانی حقوقی بهشون دادم که این کارم نکنن به نفع خودشونه، چون عقب بری آقای جمهوری اسلامی، داستان اره رو میدونی آقای؟ بله عقب بری بریده، جلو بیای بریده. من جای شما بودم میومدم و هرچه زودتر از اختیاراتی که در قانون اساسی خودت داری استفاده میکردم، تسلیم اراده مردم میشدم. این تقلب انتصاباتی که این جانی رو آوردی تبدیل کردی به رئیس جمهور رو کنار میذاشتم، از اون اختیارات استفاده میکردم، میگفتم من تسلیم اراده ملتم، این دولت منحل میکنم، یک دولت انتقالی میارم و مردم هر کار خودشون میخوام بکنن دیگه، بقیش هم دیگه روشنه دیگه، یه رفراندوم در باطل شدن جمهوری اسلامی، منتها رفراندوم درست حسابی، نه مثل با رفراندوم اینایی که من یادمه یه صندوق قرمز این بر بود صندوق سبز اون بر، در شرایطی آقای خلخالی داشت چپ و راست مردم رو اعدام میکرد، کی جرأت میکرد بره صندوق قرمز بگه که رأی به جمهوری اسلامی نده؟ شما خودت سن طوری هست که آقای اعتمادی یادته اینیست که نه رفراندوم بذاره و بیاد. البته شما جوانتر از منی، ببخشید من دارم اینو میگم، ولی حقیقتش این است که آقای خامنه‌ای راه داره، یک بیاد تسلیم اراده مردم بشه و جنایاتی کرده تو این 40 سال بیاد اذعان کنه و بیاد التماس نبخشش، چون هیچ کس بخشش نمی کنه، التماس تخفیف در مقابل ما نمیدونیم دستور این جنایاتو کی داد چجور. هنوز مورخین دارن بحث میکنن که آیا این به خاطر فروغ جاویدان مرصاد بود یا اینکه آقای هاشمی اینا تصمیم گرفته بودن یه سری مشکلات قبل، ما هنوز نمیدونیم اینو. حالا دادگاه ممکنه موضوع روشن کنه. خامنه ای میدونست، حالا گرچه خودش زده موشمردگی و میگه من نمیدونستم راضی این کارا و نمیدونستم و در جریان نبودم، ولی بدونی ندونی مسئولیت کیفری با هات هست، بدنی که تو فرمانده بودی و ناظر بودی در اون زمان و آینده بسیار درخشان جناب اعتمادی. نتیجه این دستگیری ضربه بسیار هولناکی که به این جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی که پوسیده و دیگه داره از بین میره، ولی این باعث شد که ماشین سنگین عدالت بین المللی رو ما بسیج کنیم و راه بندازیم بولدوزرشی که این جمهوری اسلامی رو له کنه زیرش و بره جلو. به امید پیروزی، ساعت عدالت نزدیک است جناب اعتمادی. زنده باشید آقای دکتر مصطفی. به نظرم این دادگاه تو زمان خیلی مناسبی داره تشکیل میشه و تا همینجا یک موفقیت بسیار بزرگی بوده برای اپوزیسیون. جا داره که به شما و آقای مصداقی تا همینجا تبریک بگیم، امیدوار باشیم که نتیجه دادگاه به زودی اعلام بشه، باعث خوشحالی و باعث شادمانی مردم کشورمون بشه. متاسفانه به پایان وقت برنامه رسیدیم، اجازه بدید که به اتفاق شما با بینندگان این برنامه خداحافظی بکنیم.